دوستان چقدر خوب است که در کنار این ترانه های زیبای گروه سا ما امروز کسی را با خود داشته باشیم که ترانه ساز و آهنگساز این آهنگای گروه موسیقی سا است. پس در این قسمت ما چهره نامدار فرهنگی شاعر نویسنده و آهنگساز خوب کشور دکتر سمیع حامد را خوش آمدید میگیم. سلام شما. از وقتی تو آمدین سلام علیکم. عید شما مبارک. زیاد خوش آمدین. ما گفتم ولی یاد زینه چپ خود شد یا ما نه زینه تو مردم های سنگین وزن آمده دکتر شما هنوز خیلی خوب هستین. مصبوک هستیم یعنی. خب عید بر شما مبارک. عید بر هموطنان عزیز ما خجسته باد. شیر پیرایشان نغز و پرمغز. گوشای فیلشان دراز، سیمیانشان باریک. سپاس از محبت. سلامت باشین دوستا. امشب دکتر سمیع حامد را با خود داریم و صحبت های زیاد داریم با اینا و او شوبده بازی که به عابد یاد داده بودی از او هم یک چیز دیگه جور کرد. خیر باشه. حال وقفه داریم. پس از وقفه دوباره برمیگردیم با زیر چتر ای. بازم خوش آمدین با زیر چتر ای به صورت زنده از طلو. ما در برنامه امروزی بر اولین بار کنسرت موسیقی گروه سارا داریم و در کنار ما هم آقای دکتر سمیع حامد هستند. یک بار دیگه اینا رو خوش آمدید میگیم و ماشاءالله دکتر صاحب چهره نامزدان احتمالی رو هم کشیده. ما نماینده دائمی مردم هستیم. کاملا کاملا شوخی میکنم. هدف من این بود یعنی ماشاءالله بسیار خوشرو و مقبول شده. دکتر صاحب در آغاز اگر بر ما بگوین که این روزا بیشتر با کدام بخش زندگی و کارتان شما زیاد عشق می‌ورزین و سرگرم هستین؟ سپاس شما. من فکر میکنم اگه بگویم که کدام بخش کارم عشق می‌ورزم سوری خانم خواد گفتم کار تا ترک کن یا استعفا بده. اما نه، من به زندگی عشق می‌ورزم، به هنر عشق می‌ورزم و طبیعی است که او انرژیش در بخش مختلف کار تبرول پیدا میکنه و ما بیشتر علاقمند کار با کودکان، علاقمند کار در زمینه آموزش شورانگیز و شورانگیز هستم. از او خاطر بیشتر در این بخش هم سرگرم هستم هم دلگرم هستم. به ویژه از وقتی که گروه سارم ساخته شده به همیاری نهاد مؤسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و دفتر سمیع حامد بیشتر علاقه مندی گروه هم هست. عالی است دکتر صاحب. شما ماشاءالله هم شعر میگین، هم می نویسین، کارگردانی میکنین، برنامه ساز هستین، نقاش هستین و دعا و هنر دیگه دارین. گاهی یکیش فراموش تا نمیشه که فکر کنین والا یک چند وقت میشه هیچ شعر ننوشتیم یا چند وقت شده هیچ من نقاشی نکردیم. ادبیات بخش اصلی زندگی من است. او را همیشه کار میکنم. اما دیگه بخش هم طبیعی است که خودشان کلید میزنن ذهن ما، قلب ما و اگر ما بگویم که در فکرشان نباشم و مرا وادار میسازه که به فکرشان باشم دیگه. بله دوستا، دکتر صاحب سمیع حامد یک شخص ماشاءالله بسیار زیاد خلاق و مبتکر است. امروز از اینو اگر بشینین امی هر لحظه یک مفکوره نو شما میتونین از اونا بشنوین و میتونین دوزی هم کنین اگر مایل باشین. گاهی که دکتر صاحب میگن یک بحر است که عمقش 6 سانتی است. دکتر صاحب گاهی که مفکوره نو تان با خانواده تان، با خانم تان، با سوری شریک میسازین، واکنش و برخورد از اونا چی میباشه؟ سوری همیشه مرا میگه که تو هیچ وقت بیکار نیستی، همیشه بیقرار هستی، میخوای هر چیز را میخوای تغییر بدی اما تنها خودت مگه نتونست تغییر بدی. بیشتر باشی امرای سوری، امرای بچه ها بیشتر باشی. گاهی خود نمیگه که بیخی دیوانه کردیم. طبیعی است که من یک بار یک نقل قولش گفته بودم در یک مصاحبه که میگه که زندگی با شعر بسیار زیباست، با شاعر بسیار مشکل است.
نیما، ویرا و اویشان چطور است دکتر صاحب؟ فرزندانتان خوب هستن؟ درس میخوانن و بیرون از افغانستان هستن. این نامای زیبا را از کدام داستان گرفتین؟ خود نامای ما داستان پیدا نکرد. از زبان مادری خود گرفتیم. بله واقعا بسیار خاص است. ویرا را از شاهنامه گرفتیم. عالی است دکتر صاحب. در قسمت باز هم یکی از اجراهای خوب گروه سار خود داشتیم، آهنگ رویا. اگر کوتاهی آهنگ بر ما معرفی بکنین، ای کدام آهنگ... رویا است، کدام خواب است؟ من فکر میکنم که استاد عزیز رویش گرامی که هستن با ما در قلب ما، هر ثانیه هم با ما هستن، اگر وامی بودن رویا را بهتر از ما میتونستن که تشریح کنن دربارش بگویم. اما ما فقط میخوایم بگویم که رویا یک نسل است که نسل نو است که میخواد فصل نو هم بیاید و رویا است که میخوان که امی دوستای ما کال یا آهنگ میخوانن یا در تحققش مستقیم سهم داشته باشن. عالی است دوستا. پس بیاین رویا و آرزوی نسل نو برای زندگی بهتر و زیبا را در یک آهنگ بسیار مقبول از گروه حساب ببینیم.